سلام به همراهان خوب فیدا. اگر میخواید پلان خانتون رو تبدیل به یک پلان گرافیکی جذاب بکنید، این ویدیو رو از دست ندید. در این ویدیو توی 3 مرحله بهتون یاد میدم که چطور این کار رو انجام بدید. مرحله اول مرحله اضافه کردن رنگ ها و متریال به پلانتون هستش. شما بعد از اینکه صفحه دلخواهتون رو داخل فتوشاپ باز کردید و پلان مورد نظرتون رو وارد اون صفحه کردید، باید اول لایه پلانتون رو انتخاب بکنید. بعد از اینکه انتخابش کردید، از این قسمت ابزار ماجیک بند تول رو انتخاب بکنید. میخوایم دیواره های این پلان رو به کمک ابزار ماجیک بند تول انتخاب بکنید. روی دیواره اول کلیک میکنم. حالا برای اضافه کردن دیواره های بعدی باید کلید شیفت رو نگه دارم و به این ترتیب دیواره های بعدی هم اضافه کنم. بعد از اینکه دیواره مد نظرتون رو انتخاب کردید، حالا از این قسمت به کمک ابزار پینت باکت تول و از قسمت پنجره کالر یک رنگی رو انتخاب میکنید. قبل از اون از این قسمت لیر باید یک لایه جدید ایجاد کنید. میتونید براش یک اسم هم بذارید و حالا خیلی راحت روی این قسمت هایی که انتخاب کردیم میایم به کمک ابزار پینت باکت تول کلیک میکنیم و دیواره هامون به اون رنگی که میخوان تغییر پیدا میکنه. اگر خواستیم قسمت های دیگه ای از پلان هم رنگی کنیم، به همین ترتیب به کمک ماجیک بند تول انتخاب میکنیم پلان رو و بعد به کمک پینت باکت تول اون قسمت ها رو رنگ میکنیم. اگر خواستیم از حالت سلکت خارج بشه، کنترل دی رو میزنیم که دی سلکت بشه. خب حالا میخوایم متریال ها رو به بعضی از قسمت های کارمون اضافه کنیم. مثلا میخوایم کف بعضی از این قسمت ها رو پارکت کنیم یا کاشی کنیم یا هر چیزی که مد نظرتون هست. متریال ها رو وارد فتوشاپ میکنیم. بعد از اینکه وارد کردیم، میایم از قسمت منوی ویندو و پترنز رو انتخاب میکنیم. بعد از اینکه پترنز رو انتخاب کردید، میایید و از این قسمت این گزینه رو انتخاب میکنید. یه پنجره پترن نیم براتون باز میشه که از اینجا میتونید اسم مورد نظر رو براش در نظر بگیرید. برای مثال پارکت و اوکی رو میزنید. حالا برمیگردیم به پلان اصلیمون. دوباره میایم روی لایه پلان کلیک میکنیم و انتخابش میکنیم. ابزار ماجیک بند تول رو انتخاب میکنیم و قسمت هایی رو که میخوایم پارکت بشه به کمک ماجیک بند تول انتخابشون میکنیم. اولین قسمت رو انتخاب میکنیم. برای اضافه کردن قسمت های بعدی کافیه که کلید شیفت رو نگه داریم و بقیه قسمت ها رو هم به همین ترتیب اضافه کنیم. بعد از اینکه این کار رو کردیم، حالا میایم از قسمت لیر از این قسمت یک لایه جدید ایجاد میکنیم. میتونیم اسمش هم تغییر بدیم، مثلا اسمش رو همون پارکت بذاریم و بیایم از این قسمت پترن روی لایه پارکتمون که به عنوان یک پترن انتخابش کردیم کلیک کنیم. به همین راحتی پارکت در این قسمتی که میخواستیم قرار گرفت. بعد از اینکه پترن رو انداختیم، برای اینکه مقیاس و اسکیل این پارکتمون رو اصلاح بکنیم، میایم و از این قسمت روی پارکت دو بار کلیک میکنیم. پنجره پترن فیل برامون باز میشه. از این قسمت اسکیل حالا میتونیم اسکیل پارکتمون رو کمتر بکنیم و متناسب با اون اندازه پلانمون تغییرش بدیم. و برای اینکه بهتر در کارمون قرار بگیره، این گزینه اسنپ رو انتخاب میکنیم و در نهایت اوکی رو میزنیم. حالا برمیگردیم و میخوایم این یکی متریال هم به عنوان پترن ذخیره بکنیم. اوکی رو میزنیم. دوباره برمیگردیم به پلان اصلیمون. لایه پلان رو انتخاب میکنیم. ابزار ماجیک بند تول رو برمیداریم و قسمت هایی که میخوایم کاشی بشه انتخاب میکنیم. مثلا این قسمت، کلید شیفت رو نگه میداریم و قسمت های بعدی هم اضافه میکنیم. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم، حالا دوباره یک لایه جدید ایجاد میکنیم.
و براش یک اسم میذاریم. حالا یک بار روی این متریال کاشی ها کلیک میکنیم. دوباره باید مقیاسش رو متناسب کنیم. برای همین روی این قسمت دوبار کلیک میکنیم تا پنجره پترن فیل برامون باز بشه. از این قسمت حالا اسکیلش رو تغییر میدیم. خب این مقدار خوب هستش. اسنپ هم میزنیم که قشنگ فیت و متناسب با این قسمت قرار بگیره و اوکی رو میزنیم. خب پس به همین ترتیب خیلی راحت تونستیم متریال ها و رنگ ها رو به کارمون اضافه بکنیم. مرحله بعد مرحله اضافه کردن مبلمان به پلان هستش. برای این کار شما میتونید مبلمان های مختلفی رو از زاویه بالا از سایت های مختلف خیلی راحت دانلود بکنید و در کارتون استفاده بکنید. حالا من اون مبلمان هایی رو که میخوام وارد میکنم. برای مثال این تخت خواب رو وارد میکنم و اندازشم به اون اندازه که میخوام تغییر میدم و در قسمت های مورد نظر قرارش میدم. خب بعد از اینکه جاش رو اصلاح کردید تیتر رو میزنید. حالا خیلی راحت اینو انتخاب میکنید، کلید آلت رو نگه میدارید تا بتونید از روش یک کپی بگیرید و میگیرید میکشید جایی که میخواید و حالا باید بچرخونیدش و در قسمت‌های دیگه‌ای که می‌خواید قرارش بدید. به همین ترتیب می‌تونیم بقیه مبلمان‌ها رو هم وارد بکنیم. مرحله بعدی مرحله اضافه کردن سایه هستش. برای این کار شما میتونید از چند تا راه استفاده کنید. یکی این که مثلا روی تک تک این مبلمان هایی که وارد کردید کلیک بکنید و روی این قسمت Add Layer Style که همون FX هستش کلیک میکنید و میتونید گزینه Drop Shadow رو بزنید. این پنجره Layer Style براتون باز میشه. میتونید تغییراتش هم همزمان اینجا ببینید. میتونید اوپاسیتیش رو کم و زیاد بکنید. میتونید در واقع دیستنس و فاصله سایه رو تنظیم بکنید و بقیه تنظیمات هم میتونید از این قسمت تغییر بدید و اوکی رو بزنید. و همین ترتیب میتونید برای تک تک اینها به کمک دراپ شادو یک سایه رو ایجاد بکنید تا کار یکم طبیعی تر بشه. بعد از اینکه به کمک دراپ شادو سایه ها رو برای هر کدوم از این مبلمان ها ایجاد کردید، میتونید به کمک یکی دیگه از ابزارهای کاربردی که برن تول هستش یه سری سایه ها هم روی زمین ایجاد بکنید. برای این کار بهتره که اون لایه های متریال مثل پارکت یا اون کاشیاتون رو انتخاب بکنید. مثلا من قسمت پارکت ها رو انتخاب میکنم از این قسمت و میام ابزار برن تول هم برمیدارم، یک بار روی لایه پارکت هم کلیک میکنم، اوکی رو میزنم. از این قسمت میتونم سایز در واقع قلمم رو انتخاب بکنم و جاهایی رو که میخوام خیلی راحت به کمک این ابزار سایه بدم. یا یعنی اینکه مثلا میخوایم این قسمتی که کاشیه وجود داره یه حالت سایه مانند ایجاد کنیم، دوباره لایه مورد نظرش رو انتخاب میکنیم، مثلا این، یک بار روش کلیک میکنیم و اوکی رو میزنیم و حالا در این قسمت همون سایه‌ای که میخوایم رو به کمک برن تول ایجاد میکنیم. خب به این ترتیب تونستیم با سه مرحله متریال دهی، اضافه کردن مبلمان و اضافه کردن سایه ها یک پلان گرافیکی خیلی جذاب رو ایجاد کنیم. موفق باشید.